خب دوستان عزیز، با سلام مجدد خدمت شما. خیلی خوشحالم که ارتباط ما برقرار شد با آقای یزدان خدابندلو و در قسمت اول برنامه خودم گفتم که ایشون درباره چند مطلب صحبت میکنن، ولی برنامه کلن ادامه بحث آسیب شناسی فرهنگیه. آقای خدابندلو، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. ضمناً اگر دوستان با شما تماس میگیرن در طی هفته سوالی پرسشی دارن، من پیشنهاد میکنم که شما اول برنامه به اصطلاح به اونها پاسخ بدید یا درباره نظراتشون صحبت کنید. هر وقت من به شما پیشنهاد میکنم یادتون باشه این فقط یه پیشنهاده و شما مختار هستید و شما صاحب این برنامه. بفرمایید. درود بر شما سوربی و شنوندگان و بینندگانتون. ممنونم. ابتدا عرضتون برسونم که من برنامه شما رو قبل از اینه که بیام روی خط نمیتونم ببینم. خب شما باید بیاین تو صفحه فیسبوک. آه. و من حتی تو برنامه هم نشون میدن و دوستان میان میبینیم، من حتی بهشون صحبت میکنم، میگم اونا مینویسن. پس یه اشکالی هست، شما باید اونو برطرف کنید. یه وقت دیگه ای به غیر از برنامه تماس بگیریم با هم از طریق اسکایپ و تیم ویور، من میتونم براتون درستش کنم. باشه، یعنی اگر روی فیسبوک شما برنامه رو شروع میکنید، خب منم میتونم میام روی برنامه چیز مردم تیوی که فیسبوک مردم تیوی و نگاه کنم ببینم که قبل از اینکه برنامه من شروع میشه شما چه حرفایی با دوستانتان میزنید. دقیقا همینطوره. یه مقداری آمادگی داشته باشه. اتفاقا از دو روز قبل، از دوشنبه، ما همزمان هم روی فیسبوک مردم تیوی پخش میکنیم هم روی فیسبوک پارسا سوربی. یعنی الان این برنامه شما دوستان، مثلا الان آقای عیسی آزاده لطف کردن آمدن، ایشون میتونه برای شما بنویسه که بله برنامه شما به صورت لایو زنده روی فیسبوک داره پخش میشه. خب بفرمایید ببینیم که بعد مسئله دیگه این استش که من قبلنم به شما اطلاع داده بودم نیم ساعت قبل از اینی که برنامه شروع بشه این کامپیوترم رو خاموش میکنم. بله بله. که یه مقدار خنک بشه و پارازیت و این چیزا نداشته باشه، مثل برنامه های قبلی تصویرمون چیز نباشه، مات نباشه. روی این حساب هستش که اگه یه مقداری من بحث های قبل از این گفتگوی خودمون رو نمی بینم، شما باید منو ببخشید. شما لطف کنید مثلا یه ساعت دو ساعت قبل از برنامه ما خاموش روشن کنید. ضمناً همون جوری که خدمتون گفتم برنامه من و برنامه شما کاملا مستقله و هیچ چیزی نیست، فقط من به عنوان اینجا میگم پلاگ، برای که به مردم بگم مثلا من برنامه آقای مینوی رو اعلام میکنم ساعت 5 هست، فقط اون رو به عنوان اعلامیه میگم. ولی شما به جایی که یه ساعت قبل دو ساعت قبل خاموش روشن کنید، برنامه من رو که یه ساعت زودتر از شما شروع میشه ببینید، حتی اگه نظری دارید بگید و دنبال کنید. درصد اینا رو لطف کنید وقتی که من و شما هستم بگید تا بتونیم با هم رفع و رجوش کنیم و الان دوستانی که آمدن نشستن وقت اونا رو به اصطلاح به خاطر اشکالات تکنیکی نگیریم. بفرمایید که میخواین درباره این چهار موضوع صحبت کنید، من بپرسم شما پاسخ میدید. یا ببینید الان آقای عیسی آزاده نوشته از فرانسه برنامه را زنده میبینم، هم صدا خوب است و هم تصویر خوب است از پاریس. خب آقای خدابندلو، خود شما میخواین این بحث آسیب شناسی رو ادامه بدید یا من یکی یکی این چهار مطلب رو عنوان کنم و شما پاسخ بدید؟ هر جور که دوست دارید میتونید این چهار تا مطلب رو مطرح بکنید و بعد من شروع بکنم دونه دونه توضیح بدم. اوکی. من گفتم برای دوستان یه بار دیگه میخونم، دوستان ایشون امروز میخوان درباره فر ایزدی که ما این برنامه خیلی میشنویم و این روزا بیشتر میبینیم و پیامد نامیمون آن در فرهنگ ایران، قسمت دوم یا تاپیک دوم، قدمت نهاد سیاست در ایران بیشتر است یا نهاد دیانت، بحث سوم بحثی در باب اسطوره که واقعا اونم ما رو بدبخت و ذلیل کرده، چهارمیشم شاهنشاه و رسول الله
خادمان ملت بودنده هستند یا حاکمان ملت؟ بفرمایید. خب از این دو تا مطلب دو تا سوال هستش که من خیلی دوست داشتم از شنوندگان بپرسم که شاهنشاه و رسول الله آیا خادمان ملتند یا سرورانشون، و قدمت نهاد سیاست در ایران بیشتر است یا نهاد دیانت؟ چون من از بسیاری از افراد حتی پاپسن گذاردگان و به اصطلاح تحصیل کردگان سوال میکنم که کدام یکی از این دو نهاد قدیمی ترن، کهنسال ترن و اطلاعات ندارن، همینطوری شروع میکنن یه سری حرفایی میزنن. حال من در جلسه قبل با یه مقداری درباره شاکله شاه و لایه‌ها با هم دیگه بحث کردیم که در حوزه سیاست هست و به مغلطه‌هایی که انجام میدن. این بار من میخواهم بپردازم به این موضوع بسیار مهم فر ایزدی، که این فر ایزدی از کجاها آمد و چند تا هم کتاب در این باره معرفی بهتون بکنم. شروع میکنم. تعریف فر، فر یا فره به معنای درخشنده مثل خورشید تابنده که یکی از توریدات اساطیر ایران به معنای فروغ ایزدی است که شخص با رسیدن به درجه کمال به دست می آورد، و در فرهنگ ایران ترکیب های فر ایزدی، فر شاهی، فر ایرانی، فر کیانی، فر موبدی و فر پهلوانی به کار رفته و مشروعیت شاهان وابسته به فری بود که ایشان از عالم بالا از ایزدان می گرفت و با زشتکاری و اعمال پلید فر ایشان از دست می رفت، شبیه باطل شدن نبوت در جهانبینی اسلامی. و در اساطیر ایران مواردی هست که به سبب غرور یا خطای بزرگ شاه فر ایشان از وی گسسته و مشروعیت برای حکومت را از دست داده، مثل مثال گویای آن در رستاقیز 57 به اراده ملت قهرمان ایران فر ایزدی از محمد رضا شاه سن و به روح الله خمینی داده شد تا تکلیف دیانت اسلامی را هم روشن کند که همزاد، همسرش و متحد سوگند خورده هم در سلطه بر ملت محجوب ایران بودند. در این باره چند تا منبع کتاب برای شما که میگنم، یک اوستا کهن در این سروده های ایران جلیل دوست ها مشاهده میکنید این کتاب رو؟ بله بله، اوستا کهن در این سروده های ایرانی دو جلده، این رو آقای جلیل دوست ها نوشتن. و این جلیل دوستخواه هم خب مثل همه ما چند سالی بعد از انقلاب در ایران بودن و چون نتونستن تحمل بکنن فرار کرد، رفتن در استرالیا و در اونجا به تحقیقاتشون ادامه دادن و چندین جلد کتاب درباره ایران باستان، اوستا، یا این کتاب دیگری هستش که بنیادهای اسطوره و حماسه ایران مشاهده میکنی؟ بله بله، یکم بیارش پایین تر. آها خوش، اینها رو به اهل کتاب ایران تقدیم کردن که دستشون درد نکنه و بسیار هم تلاش میکنه و در استرالیا من امیدوارم که سالم باشه. کتاب دیگه ای سبک شناسی محمد تقی بهار، توجه بکنید این کتاب ها میبینید؟ بله بله، سبک شناسی محمد تقی بهار، سبک شناسی سه جلده. آقای محمد تقی بهار ملک شعرهای ما شخصیتی بود که در دوره رضا شاه زندگی میکرد و در دوره ایشان تا اونجایی که میتونستن کار در مشکلات در زندگی ایشان انجام میکرد. این سالها در زندان عمرش سپری کرد و در زندان هم این کتاب سبک شناسی رو که یکی از گرانبهاترین آثار ادبی و فرهنگی ماست رو به جامعه ایران تقدیم کردن. آقایون شاه اللهی ها هیچ وقت درباره ایشون صحبت نمی کنند. کتاب دیگه یشت ها ابراهیم پور داوود که به این مسئله فر ایزدی ایشون پرداخته
میبینید این کتاب رو؟ بله بله، یشت ها، یشت ها، دو جلده یشت ها. ابراهیم پورداوود، این آقای ابراهیم پورداوود هم در دوران رضاشاه زندگی میکرد و برای ایشان هم انبوهی مشکلات ایجاد کردن، به اینا اصلا توجه نمی کنند. در همین کتاب یشت ها بند 34 تا 38 درباره همین فر ایزدی صحبت میکنه. کتاب دیگه پژوهشی در اساطیر ایران، دکتر مهدی بهار. وقتی که ما میخواییم درباره اسطوره ها صحبت بکنیم این کتاب رو میبینی؟ بله بله، درست دیده میشه؟ بله بله، پژوهشی در اساطیر ایران، پژوهشی در اساطیر ایران. این آقای دکتر مهداد بهار پسر همین ملک شعرای بهار هست و ایشون درباره اساطیر ایران صحبت کرده و درباره ناملایماتی که پدرش در عصر رضاشاه میدی در این کتاب توضیح داده. میبینید اینو؟ بله بله، یکم ببینید بالاتر، از اسطوره تا تاریخ. بله بفرم. از اسطوره تا تاریخ، اسطوره رو توضیح میده که در اونجا چگونه این خداوند به آسمان صعود میکنه در فرهنگ ایران. من یه بارم بهش اشاره کردم. در تعریف کوتاه و فشرده فر گفتم که فر در بطن اسطوره به بار نشست. حال اسطوره چیست؟ شما میتونید اون دوتا کتابی که من به شما معرفی کردم که اسطوره چیز نماد نهاد هستش و یکی دیگه هم از مال همین چیز نویسنده انگلیسی. بله، فلسفه صورت‌های سمبولیک و دارم نشون میدم الان. آفرین، ایشون استاد اسطوره شناسیه، قلمی بسیار توانا داره درباره اسطوره و توضیح میده که ما واقعا خوندن این آثار ارستاسیر رو به تمام دوستان و علاقمندان به ایران زمین توصیه میکنم. خب اسطوره چیست؟ اسطوره به معنی روایت و در یونانی میتوس، تصویر ذهنی و تبیین پیش عقلانی انسان از نمودهای هستی در ماقبل تاریخ و متعلق به دوران کودکی انسان است که به مدد غریزه و همیاری احساس و عاطفه در قالب هنرهای تجسمی، کلامی و موسیقیایی پیکرگیری و به تدریج مبدل به دستاورد معنوی گردید و برای عینیت بخشیدن به سمبولهای آن در روان انسانهای ساکن در مناطق منطبق با شرایط اقلیم، نمادسازی و علائم آن در ذهن انسان نهادینه می شود و نشانه هایش به فرمان نیاز آدمی از یک سو در ایجاد تعادل و داشتن تکیگاهی روانی برای پاسخ به علت و معلول و فرونشاندن حس کنجکاوی انسان در سلوک اجتماعی و از دیگر سو جهت سلطه اقلیت امتیاز طلب شاه و شیخ و اکثریت محروم به عنوان بازوی معنوی کنترل انسانها تحت اختیار نهاد سیاست و دیانت به سنت‌های پایدار، تابوهای ابدی، ازلی و مقدس مبدل می شود و از بطن عناصر مقدس به کمک روش‌های تلقینی توسط کاهنان، رهبران و مقلدان دینی نسل اندر نسل در روان انسان‌ها موزاییک‌مندی و بر روی آن لعابی از تقدس کشیده و به سمبول‌های خدایواره تبدیل می‌گردد و در روند تکامل و تولید دستاوردهای معنوی و تراکم آن در پیکر مدنیت، گروه‌هایی از فرادستان جامعه از قبیل زرتشت، بودا، موسی، عیسی و محمد پاره‌ای از الگوهای معنوی الهی را در ساختار نهاد دین که در هرم مثلث‌گون آن توحید در قاعده، نبوت و معاد در اضلاع و خدا در رأس آن قرار می‌گیرد، به کار گرفته و پس از انسجام و قوام لازم
ادیان توحیدی ابراهیمی در خاورمیانه مخصوصا پهنه فلات ایران تا به هستی میگذارند تا عامل عقب ماندگی فاجعه بار تاریخی آنها از کاروان پیشرفت شود. معرفی دو جلد کتاب در زمینه اسطوره شناسی، اسطوره بیان نمادین جهان معنوی ایرانی از آغاز تا اسلام، دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، دو فلسفه صورتک‌های سمبولیک اثر ارنست کاسیر. خب من در این متن آی سوربی میخوام یک کمی توقف کنم. یک بار دیگه من اشاره بکنم به اینجا که اسطوره به معنی روایت و در یونانی میتوس تصویر ذهنی و تبیین پیش عقلانی انسان. چرا میگم تبیین یا بیان پیش عقلانی است؟ به این خاطر که انسان وقتی که حکمی صادر میکنه باید در پسش استدلال وجود داشته باشه و اون استدلال متکی به منطق سوری ارسطویی یا دیالکتیک باشه و طبیعتا استنتاجهاش منطبق با واقعیت. در غیر این صورت شرورگویی و مهمن بافیست. به همین خاطر استش که من میگم اسطوره تبیین پیش عقلانی انسان از نمودهای هستیست. یعنی در 3000 4000 سال 2000 سال و حتی 1000 سال پیش که انسان دانشش رشد نکرده بود و علت و علل پدیده ها رو درک نمی کرد، ناگزیر بود برای علت تراشی یک موضوعی رو مطرح کنه، یه دلیل بیاره. من در گذشته از شما دیدین یه بار پرسیدم که اگر فرزند شما از شما بپرسه که بابا این باران از کجا میاد، شما اگه علتش رو ندانید که تابش خورشید بر سطح آبا و خشکی‌های زمینه، طبیعتا یک دلیل ارائه میکنید و الزاماً هم این دلیل حتما لازم نیستش که متکی به منطق سوریه ارسطویی باشه. در اینجا هستش که این دلیلی که شما اقامه میکنید در حوزه اسطوره قرار میگیره. خب سوال دیگه دارید در این زمینه؟ نه خیر، دارم گوش میدم. اون کلمه میتوس یونانیا گفتید یعنی چی؟ میتوس یه تصویر ذهنیه. بله. یعنی یونانی ها اصلا به اسطوره میگن تصویر ذهنی. چرا میگن تصویر ذهنی؟ برای اینه که با واقعیت منطبق نیست. جالبه. بله. به همین خاطر هستش که برای هر چیز در گذشته انسان اسطوره تراشی میکرد، یعنی یک دلیلی میابرد که لازمم نبود که منطبق با واقعیت باشه و لازمم نبود که حتما اونو در عمل به اثبات برسونه. به عنوان نمونه همین دکتر بهتی بهار وقتی که میاد میگه که چگونه این خدا از زمین به آسمان نزول میکنه، یه مثال میزنه، میگه در گذشته کشاورز زمین رو شخم میکرد، دانه رو میپاشی، یه بار دیگه هم شخم میکرد که اون دانه بره زیر خاک و بعدم از خداوند نه از ابرها نه از دستش به طرف آسمان دراز میکرد، ابتدا از ابرها تقاضا میکرد که باران فرو بباره. وقتی که باران فرو میبارید و کشت این آیش میداد، طبیعتا این امیدوار میشد، خوشحال میشد و تصور میکرد که باید اون بالا کسی باشه که به این ابرها فرمان میده که ببارید، چون از طریق علمی نمیدونستش که علت بارش باران و برخورده این ابرها همین تابش نور خورشید به سطح آبها و خشکی هاست. خب حال درباره این فرق که من صحبت کردم، چگونه شد که این فر ایزدی و ایزدان چگونه شد که رفتن به آسمان؟ آیسور بیشون میتونید یک کمی صحبت کنید در این زمینه؟ نه من سوادم تون حد نیست که بدونم چجوری شد رفت بالا. من فکر میکنم چون اینا رو زمین وجود ندارن، از طرف خیلی زرنگ بوده گفته اون بالا هست فعلا. وقتا میگفتن طرف رو سر به هوا کرد، سرشون رو به هوا میکردن، نمیدونم. خب من این مطلب رو ابتدا میخونم
تحت عنوان اتحاد تاج و عمامه. بعد میام توضیح میدم که اون فرد چگونه عامل شد. بعدن در یک جلسه دیگه درباره پیدایی آیین دیانت اهورامزدایی صحبت میکنم که این موضوع کاملا جا بیفته. اما ابتدا اتحاد تاج و عمامه. به حکم ضرورت نهاد دین توسط سامانه سلطنت در پگاه تمدن ساخته شد، یا از معده هم جهت کنترل و مطیع نگاه داشتن شهروندان از بستر جامعه روییدند و در گذشته شاید اندک نقش مثبتی در سلوک همزیستی ایفا کردند، یعنی نهاد سلطنت و دیانت، و در پیامد رشد و تکامل جامعه این سلوک مشترک منجر به پیدایی اقلیت امتیاز طلب شیخ و شاه گردید و اعضای اقلیت درباره در رأس هرمان شاه و قشر ملا و مکلا متمرکز در فیضیه ها در ایفای نقش تمامیت خواهی نهاد دین و دولت را در هم ادغام و به تدریج تبدیل به دکان استعمار و ابزار استثمار اکثریت توسط اقلیت چکمه و نعلین پوش نمودند و در اتحاد، همسویی و هماغوشی نهاد دیانت که مشروعیت در حکومت را از سنت پیامبران می‌گرفت نه از مردم و شهروند را بنده، برده و مطیع خود می‌خواست و دومی که متکی به فر ایزدی بود ملت را نوکر، خادم، رعیت و غلام حلقه به گوش بدون حقوق انسانی و حق شهروندی و هر دو بسیار علاقمند بودند که ساختار ایستا و سکونزای نهاد دیانت و سیاستشان ابداً تغییر و تحولی نکند تا دروازه ائتلاف و اتحاد بر پاشته منافع متولیان تاجدار و عمامدار بچرخد که در رستاخیز 57 ملت قهرمان ایران سامانه سلطنت را با ضربتی هراس‌انگیز در هم کوبید و ائتلاف منفور را در هم شکست، نظام جمهوری اعلام کرد و بلافاصله جهت برپایی ملیتی استوار بر بنیاد هویت ایرانی به سروقت نهاد دیانت اسلامی و ضد ایرانی آمد تا آن را به وساطت متولیان ملا و مکلا از حاشیه و کاسلیسی سفره ملت بر اریجه قدرت و میدان پرچالش ایران معاصر افکند تا تکلیفش را روشن و رخت نکبتبار این انگل سمج را برای همیشه از پهنه کهنبوم ایران برگرد که دیگر نگاه مردم را از زمین زیر پا و طبیعت گرامی و هستی بخش به سوی آسمان و ستایش و پرستش امری موهوم به نام الله معطوف نکند تا به تدریج سرگشتگی و آلودگی بر سم فرجزای ایدالیسم ذهنی از روان و فرهنگ ایرانیان رخت بربندد و عقب ماندگی فاجعه بار تاریخی از قافله پیشرفت جبران شود. خب بفرمایید، سوالی دارید؟ نه بفرمایید. خب در همینجا من این سوال رو باز مطرح میکنم، به نظر شما نهاد دیانت کهنسالتره یا نهاد سیاست؟ والا سوال خوبیه، ولی مثل که به هم پیوستن و دوتاشون فردوسی اگه اشتباه نکنن میگه که شاه و اینها هر دو برادرند و هر دو زیر یک چادرند و اون شعر الان کاملا یادم نیست، ولی مثل این که با هم با کمک هم درست شدن. نه نهاد سیاست، نهاد دیانت، تمام نهادهای دیانت بودایی و زرتشتی و این مال ادیان ابراهیمی بیش از 3 تا 3500 سال قدمت ندارن، اما نهاد سیاست 2250,000 سال تاریخ داره. از اون زمانی که نیاکان دور ما در غارها زندگی میکردن این پدیده نهاد سیاست سرکندش پیدا شد. چگونه؟ صبح وقتی که برای تامین غذا بلند میشدن یه دسته میرفتن بیرون،
طبیعتا اون کسی که چماغش بلندتر بود و نیرومندتر بود و حمله میکردن به این گله حیوانات، دو سه تا رو لطکوب میکردن که شامشان میوردن توی غار، اونجا آتیش روشن میکردن و میپختن و میخوردن. و طبیعتا اون کسی که نیرومندتر بود و بیشتر میخوام کرد نقش سرکرده رو پیدا میکرد. شما در ایران قبل از انقلاب یه فیلمی نشون میدادن به نام راز کیهان، اون رو دیده بودی؟ بله بله. در اون راز کیهان که درباره کیهان و دراز شدن دست انسان در اعماق فضا رو نشون میده، یه 10 تا 15 دقیقه ابتداش نقبی میزنه به گذشته تاریخ انسان که انسان ها در غارها زندگی میکردند. توجه دارید به این قسمتش، باید توجه بکنید، بار دیگه هم میتونید برید نگاه کنید. در اونجا افراد میمون نمایی، یعنی نیاکان دور ما رو نشون میده که متعلق به یک غارن. بعد سر یک مواد غذایی یک گروه دیگه از یک غار دیگه از یک دخمه دیگه اومدن، میخوان اونو تصاحب بکنن. بین اینا درگیری صورت میگیره و بعد این گروه اول که همون کنار کرد چیزشون خارشون زندگی میکردن و این گوشت حیوانات رو میخوردن و استخوناش رو میریختن تو اون چاله کنار قار، یه دفعه ناگهان به صورت غریزی دستش دراز میکنه، یه رون اسب رو برمیداره کندور کندور سر کندش میچرخونه و اون یکی ها میترسن و میذارن فرار میکنن. در اونجا میخواد موضوع رو ثابت بکنه که انسان وقتی که دستش رو به طرف ابزار دراز کرد، اونو دراز کرد و یک متر یک و نیم متر درازتر شد، اونجا ابزار به خدمتش اومد، دستش درازتر شد و ادامه این دراز دستی رو میگه الان رسیدیم به جایی که به کیهان وارد میشیم. پس بنابراین نهاد سیاست بسیار کهنسالتر از نهاد دیانته، اما بعدها که از این قارها میاد بیرون و در کنار جویبارها، چشمه‌سارها، رودخانه‌ها، آبگیرها و باتلاخ‌ها اونجاها رحل اقامت می‌کنه، اولین خانه‌ها رو که می‌سازه و خط‌کشی‌ها شروع می‌کنه، این مال من مال تو از همونجا آغاز میشه. این امر مالکیت، این امر مالکیت هم یک پدیده ژنتیکه در درون خودم هر موجود زنده هست. به عنوان مثال اگر توی آکواریوم یک متری در نیم متری گل و بوتو خیلی چیزا بشینید و یه مش ماهی رو بریزید، بلافاصله منطقه رو به این خودش رو تقسیم میکنه، قلم رو این مال من اون مال تو. خب انسان هم از این فاکتور استثنایی نیستش. بنابراین اون موقعی که ما در غارها زندگی میکردیم، بعد اومدیم در کنار جویبارها رحل اقامت کردیم و اولین آجرهای مدنیت رو گذاشتیم، این سرکله مالکیت پیدا شد و همین مسئله مالکیت بعدها عوامل دیگه‌ای رو بهش اضافه کرد، متمم‌های دراز میکنه که به تدریج هر دهکده‌ای برای خودش یه سرکرده پیدا میکرد، یه شیخ پیدا میکرد، یه شاه پیدا میکرد. بعدها یواش یواش متوجه شدن که خب برای کنترل جامعه تنها بازوی نیرومند و شمشیر و زندان کردن این حرفا کافی نیست، باید نهاد دیگه‌ای رو هم انسان به وجود بیاره که شهروندان رو، یعنی ساکنان منطقه رو از درون بتونه مطیع کنه. در اینجا هستش که یواش یواش شاکله ادیان پا به هستی میگذاره. خب سوالی دارید شما؟ نه خیلی بفهم. اتحاد تاج و عمامه رو برای شما خوردم. حال بپردازیم این تصویر این آقای سید علی شاه الله رو هم میتونستیم نشون بدید؟ اجازه بدید با ایمیل امروز دیروزتون بوده دیگه؟ بله من ایمیل دیشب این مطلب رو برای شما فرستادم با 6-7 دونه عکس در رابطه با مطالب. اجازه بدید من. خب آها این عکس خامنه ای و لباس شاه تنش، اینو میگه؟ بله این در واقع دونه فتوشاپ هستش که درست کردن و اونجا در واقع اعلیحضرت سرش برداشتن، آقای سید علی خامنه ای رو گذاشتن. بله. این در واقع اتحاد نهاد دیانت و سیاست هست و شما هم مرتب خب اشاره میکنید که من در این جمهوری بودن این شک و تردید دارم و قبول ندارم. درست میگید، خب به خاطر این هستش که
این رژیم نظام جمهوری نیست، بلکه یک رژیم سلطنتی است که اون تاجره برداشتن عمامه سر جاش گذاشتن. به همین خاطر استش که در انتخابات چرخهای این نظام جمهوری به خوبی نمیچرخه. ما باید تلاش بکنیم که اون پالون اسلامگرایی یا اصولگرایی که روی بخش جمهوریتش کردن رو کنار بگذاریم. خب حالا من میخوام توضیح بدم در اینجا تحت این مقاله اقلیم پیامبرخیز چرا این اقلیم ما 124 هزار پیغمبر تولید کرده. قبلا هم در یه جلسه قبلش گفتم که اقلیم یونان اونجا فیلسوف تربیت میکرد. ما برای چی پیامبر و قدیس و شاه و نمیدونم امام و از این چیزا تولید کردیم؟ اقلیم پیامبرخیز. شما اگر میتونید اون تصویر اقلیم پیامبرخیز رو هم نشون بدید. من یه سوالی دارم. اگر اونهایی که باور به دین دارن و میگن که دین 6000 سال خدمتش درسته، که نمیدونم خدا آمد و نشست و ساخت و بعد استراحت کرد و یه روز خاموش بود و یه روز این ستاره ها رو ساخت و اینها، اگر اینها این دین رو قبول دارن، بعد قبول دارن که 124 هزار تا پیغمبر داریم، تقسیم کنن 124 هزار رو بر 6000، فکر کنم میشه سالی 20 تا، نه تا دیگه، بله 120 به 6 سالی 20 تا پیغمبر. ببخشید بی خود نی، یه نفر یه جوکی ساخته بوده میگه که مثلا اسم بچهش گذاشت الویس پریسلی، رفت توی اداره ثبت احوال بهش گفتن که آقا الویس پریسلی که مذهبی نیست نمیشه. گفت شما از کجا میدونی؟ گفتن خب نداریم اینها. گفت آقا 124 هزار تا پیغمبر داریم، شما برو تو اسم اونها نگاه کن، الویس پریسلی هم هست. حالا این ماجرای 124 هزار تا یعنی خدا سالی 20 تا پیغمبر میفرستاده. عکس منطقه رو دارم نشون میدم. واقعا دوستانی که با این محکمی میخواین به دیگران هم باور کنید این حساب و هندسه غلطتون رو، یک کمی فکر کنید توی این منطقه‌ای که ایشون دایره کشیده 124 هزار تا پیغمبر، خودتونم که به داروین و به میلیون‌ها سال و میلیاردها سال و چیز باور ندارید. شما میگید 6000 سال پیش خدا یه روزی خسته بود و تاریک بود، آمد اول خورشید رو ساخت و ماه رو ساخت و اینها، بعد آدم رو ساخت، بعد از استخون دنده آدم زن رو ساخت، بعد به همین خاطر انسان به اصطلاح آدم یک دنده از حوا کمتر داره. بعد خودتون باید توش بمونید که خب پس بس مسئله این دختر پسرای اینا با هم ازدواج کردن، از همون اول شروع حرامزاده شدن ماها بوده. آخه من نمیدونم یه نفر تو اینا نیست؟ فکر کنم این آقای شما داری میخندی، فکر کنم این آقای پاپ داره اینا رو ماسمالی میکنه و درست میکنه. من خیلی ها وقتی میگن این آقای پاپ آدم روشن فکریه، میگم نه 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 نه، اصلا اشتباه نکنید. ایشون درست موقعی ظهور کرد که فساد کلیساها به حدی رسیده بود که مردم، نمیخوام بگیم گله گله، دسته دسته داشتن از چرچ و کلیسا و اینها زده میشدن، دور میشدن. این آقا آمد گفت من میتونم این مردم رو نگه دارم با این حرفایی که میزنه، ولی آخر ذاتش همون پدر روحانی هست که خودش فکر میکنه رابطه داره با خدا و ماها نداریم. ایشون فقط کارش ماسمالی کردن. در اصل بفرمایید سالی 20 تا پیغمبر رو به ما جواب بدید. خدا ماهی یکی هم بیشتر معرفی میکرد. ببینید آقای صحبی، اون 6000 سال رو هم در واقع یک تبیین پیش عقلانیه. یعنی اگر ازشون بپرسید که آقا ثابت کن کجا یه مطلبی میتونی پیدا کنی، اینا فقط چون اعتقاد دارن به آیه ها و سوره های قرآن، از روی اون یه اعتراضاتی میکنن و طبیعتا اون هم یک بیان اسطوره است. اما این فساد کلیسا ها، فساد کلیسا ها، کلیسا در اصل خودش فاسد نیست، اما اون روحانیون فاسد میشن.
چرا؟ به خاطر اینه که در همون احکام مخصوصاً اون بخش کاتولیکش، نه اون پروتستانش، در بخش کاتولیکش ازدواج روحانیون رو ممنوع اعلام کرده. خب وقتی که انسان ازدواج نکنه طبیعتاً نیازهای جسمیشو باید چگونه اینها بکنه؟ در این زمینه انبوه فیلم ساختن که تمام که نه بخش بزرگی از این کشیش ها و پاپ ها و نمیدونم اسقف ها اینها به خاطر اینکه تماس جنسی با جنس مخالف زن نداشتن به انحرافات اخلاقی دچار میشدن و یکی از شاخصترین این انحرافات اخلاقی بچه بازی بود. بله. به خاطر اینکه بچه ها ضعیفترین حلقه این زنجیره انسانی هستند. به همین خاطر هستش که بچه هایی رو که جمع شدن اونجا رو بهشون میگردن. همین این پدیده توی مسجد های ایران و افغانستان مرتب چیز میکنه و امروزه یه فیلم هاش رو دارن نشون میدن. برابر این ماده که ممنوعیت اعلام کرده بود بعدها اومدن تو اون نهضت لوتر وقتی که آغاز شد این تبصره رو برای پروتستان ها حذف کردن، گفتن به خاطر اینکه جلوگیری کنیم از اینکه این کشیش ها به انحرافات اخلاقی دچار نشن ما بیاییم چیز فاکتور ازدواج رو برداریم و اینا بتونن ازدواج بکنن. و خب یه تعداد زیاد شد ازدواج کردن ولی هنوز یه تعداد دیگه هستن و اون مسئله بچه بازی داره هنوز ادامه پیدا میکنه. توجه داشته باشین که بچه بازی یک پدیده عارضی اجتماعی است. اون هموسکسوئل ها یه عارضی ژنتیکی است. ببینید آقای خلابنده رو، این دوستان اگه دقت کنن خود کلمه پروتستان مثل که معترضین تظاهر کننده ها رو میگن، یعنی اینا کسایی بودن که به دین کاتولیک که خودشون هم بودن اعتراض کردن. بله پروتستان بله. یعنی اعتراض بله. پروتست میکنه بله بله. یه واژه آلمانیه. بله خب من میخونم. اقلیم پیامبرخیز درون دایره کشورهایی قرار دارند که در آنها 124 هزار پیامبر از سوی خدا نازل شده و مساحتش حدوداً 15% خشکی‌های جهان است. پرسش: چرا پیامبران ابراهیمی تنها در این منطقه ظهور کرده و شبیه هم هستند؟ دو: چرا این کشورها نسبت به کشورهای صنعتی عقب ماندند؟ چرا؟ سه: چرا در کتاب‌های تاریخی علمی نشانه ای از معجزات پیامبران شکافتن رود نیل، شق و قمر، طوفان نو، اصحاب کهف، صعود به آسمان در میان نیست؟ شما میتونید به این سه تا سوال پاسخ بدید؟ والا یکی دیگه شن من یه فیلم دیدم که میگفت همه اینا دوربر همون 25 دسامبر و ایام کریسمس و اینا هستن که نشون میده همه از هم کپی زدن. زمینن شما راجع به بچه بازی گفتید، فقط اینها کسافتکاری هاشون به بچه بازی و سوء استفاده از اون به اصطلاح پسرهای مظلومی که اونجا بودن برای کارهای خدمت کردن در کلیسا نبوده. حتی فیلم هایی هست که نشون میده که در اطراف کلیساها خیلی بچه هایی که تازه به دنیا آمده بودن رو دفن کرده بودن، یعنی این نان یا اون مادر روحانی ها که اونجا بودن این لباس گلگشادی هم که می پوشن حامله می شدن، معلوم نمی شده. بعد بچه که دنیا می مده زنده زنده اینها رو دفن می کردن و استخون های زیادی هست بل. حتی توی توالت ها، و چون اون وقتا سیستم فاضلاب و اینها نبوده، مثل سپتیک بوده. در صورت هرچی بیشتر در این مورد صحبت کنیم اوضاع خرابتر میشه، ولی باید صحبت کرد، باید بحث کرد. و اگر دوستانی هستن که همونجوری که شما گفتید میتونن بیان بگن مبدأش کجا بوده، از کجا، حاضرن با شما مناظره کنن، ما دعوتشون میکنیم که بیان با شما تماس بگیرن، توی برنامه ها صحبت کنن، که یه وقت ما تنها به قاضی نرفته باشیم. بسیار خوب، من استقبال میکنم. بسیار خوب، من انبوهی کتاب تو این زمینه مراجعه بهشون چی میکنم که برین این کتاب ها رو بکنیم و پرونده سیاه کلیسا ها رو اونجا مطرح کرده. یکی از همین ها همین چیز نوتردامی هستش، توی این زمینه ها بسیار بحث کرده. خب ما میدانیم که دین و پیامبری هر دو کالایی هستند محصول یک فرهنگ و هر فرهنگی ریشه در اقلیم دارد.
و دلیل پیدایی پیامبران ادیان ابراهیمی و زرتشتی را باید در شرایط جغرافیای اقلیم جستجو کنیم که مدنیتش برخواسته از زندگی در واحه‌ها، دهکده، واحه دهکده و شهرهای پراکنده و دور از هم. توجه کنید به این دور از هم. در اقلیم صحرای ایران شما مثلا تهران رو دارید، اگه میخواید برید خوم باید 150 کیلومتر بیابان رو طی کنید، از خوم میخواید برید اصفهان یه 200 کیلومتر باید بیابان طی بشه. البته یه روستاهای بسیار کوچک و پراکنده تو این دامنه کوهپایه ها و تپه ماهروها وجود داره، ولی عدد و رقمی نیستن، مثل مدنیت غرب نیستش که 5 کیلومتر به 5 کیلومتر همینطوری مدنیت امتداد پیدا کرده و گسترده شده و روابط تنگاتنگ با هم دارن، که آرنولد توینبی در کتاب تاریخ تمدنش این واژه رو به نام اوکومونه نام میبره، میگه گسترش تدریجی مدنیت در اقلیم. در مال ما اینطوری نبوده، یک دهکده وقتی که دچار ازدیاد جمعیت میشد بعد از یه مدتی زده خورکه میکردن یک گروه بلند میشه اونو ترک میکردن میدفتن جای دیگه اقلیمی پیدا میکردن، جایی که مثلا چشمه آبی باشه، محل سکونتی باشه، اونجا رو کلونی درست میکردن. بعد ارتباط تنگا تنگ هم با هم نداشتن، چرا؟ 150 کیلومتر فاصله بینشون. یکی از تولیدات معنوی پایدار نافذ، خب باید شرایط جغرافیای اقلیم جستجو کنیم که مدنیتش برخواسته از زندگی در واحه دهکده و شهرهای پراکنده و دور از هم، چون خودکفا بودن. به این واژه خودکفایی بعد من میپردازم. و خودکفایی در درازای تاریخ دستاوردهای مادی و معنوی فراوان تولید و بر پیکر مدنیت منطقه افزوده، که یکی از تولیدات معنوی پایدار نافذ و نامیمون آن به سان حفره تاریک و افونتزا در هرم مدنیت منطقه ظهور ادیان بود، که در زهدان اساطیر خاورمیانه مخصوصا پهلوی فلات ایران در پگاه نظامهای درازدامن دامداری و کشاورزی به بار نشست. حال چگونه؟ پدیده خودکفایی واحه دهکده و شهرهای پراکنده به دور از هم با حداقل ارتباط مادی و معنوی از نگاه جمیع جامعه شناسان غربی و متفکرین اسلامی در 500 سال اخیر در مورد شکل‌گیری ادیان ابراهیمی پنهان مانده که باید در کانون تحقیقات جامعه شناسی علمی قرار گیرد. تعریف خودکفایی. خودکفایی به انگلیسی زلفس سوفیس به شرایطی گفته می شود که انسان در سلوک زیستن در میدان بقا به کمک مادی و معنوی جهان خارج نیازمند نیست. بله، اینجا میگن سلف سافیشن. بله آفرین. و در حوزه فرهنگ با بی‌نیازی در ابعاد فردی و جمعی ارتباطی ارگانیک و تنگاتنگ دارد. یعنی یک دهکده تمام محصولات مادی و معنوی رو که میخواست خودش تولید میکرد، یعنی اون چیزهایی که برای لوازم آشپزخونه لازم داشت خودش تولید میکرد، و یکی از دستاوردهای معنویش هم همین تولید کردن این شیخ و ملا و برای امورات معنویش. خودکفایی به انگلیسی سلف سونگی به شرایطی گفته می شود که انسان در سلوک زیستن در میدان بقا به کمک مادی و معنوی جهان خارج نیازمند نیست، و در حوزه فرهنگ با بی‌نیازی در ابعاد فردی و جمعی ارتباط ارگانیک و تنگاتنگ دارد و معمولا به نوع زندگی پایدار در پیله تنهایی و خودلقاهی گفته می شود که در آن بیرون از آنچه توسط کلونی خودکفا در کشاورزی دیمی تولید می شود با دستان گشوده و دیدگانی معطوف به آسمان در انتظار رحمت خداوند برای ریزش باران در اقلیم خشک و صحرایی به چیز دیگری نیاز ندارد. و مهمترین عاملی که خودکفایی از زهدان آنها زاده می شود فقر اقلیم. حالا چرا یک اقلیم، یک دهکده مجبور هستش که خودکفا بشه، هر چیزی که خودش نیاز داره رو در درون خودش تولید بکنه؟ این در درون خودش تولید کردن در حوزه زیست شناسی بهش میگن خودلقایی.
خودش رو نقاه میداره، بولها میکنه، زایید میشه، درست مثل سلول های اولیه که این یک سلول دو تا سلول تولید میشه، دو تا سلول سه تا تولید میشه و هر سلول برای خودش نرینه و مادینه نقاه پیدا میکنه، باز تکثیر پیدا میکنه مثل موجودات تک سلولی. بله مثل موجودات تک سلولی. بعدها من یه دونه یه روزی برنامه برای شما اجرا میکنم درباره جنبش فیمن که اینو من توضیح میدم که ریشه‌هاش در کجا هست. قبل از اون اگه اجازه بدید از آقای اقبال تشکر میکنیم. روی فیسبوک ایشون نوشته که شاهنشاه و رسول الله هم حاکمان ملت بودند هم خادمان ملت بودند، چون هر دو هرچه کاشتند و هرچه داشتند برای ملت جا گذاشتند، حال ملت خودشان به جان هم افتادند و مثل فرزندان ناخلف که به خاطر ارث و میراث پدرشان به خاطر ارث و میراث پدرشان به جون هم میافتند، ملت هم به خاطر آن میراث به جون هم افتادند. والا این آقای اقبال گاهی وقتی نوشته هاش یه جورایی فقط مینویسه، فکر کنم ایشون طرفدار پادشاهی و اینها هست، یعنی وظیفه آقای پاپ رو ایشون به عهده گرفته و داره ماسمالی میکنه. در اصل من چون ایشون نوشته بود برای شما نوشتم، روی فیسبوک تونم فرستادم که اگه خواستید بعد باشون تماس بگیرید. کار خوبی کردید. این آقا هم یکی از اون افرادی هستش که دچار تفکر اسطوره‌ای است و به جای علت همیشه با معلول گلاوز میشه. حاکمان رو گفتن و خادمانشون خدمتشون چیا بوده اونو باید توضیح بدن که برای چه اونجا فره ای زدی میگیره چاق میداره و قبا میپوشه و راست راست راه میره و بلا میکنه مردم رو نوکر خودش میدونه، اینا رو توضیح نمیده. بعدم اونجا فرزندان ناخلف چرا ما ناخلف هستیم؟ این است که به جای که علت رو بکوبه که علت رو توضیح بده که چرا اونطوری شد، چرا اونجا هرجایی فروری میاد، اینجا ما انسان رو یعنی فرزندان رو محکوم میکنه. درست مثل تلویزیون های کالیفرنیایی، درست مثل هنرمند های لس آنجلسی که حتی با شعر و آوازشون به مردم توهین میکنن، نمیدونم ملت نمک نشناس، ملت ناسپاس، و به قول شما به جای این که بگن بابا این افرادی که این همه قدرت داشتن، این همه پول دستشون بود، اونها اشتباه کردن، اونها خطا کردن، تازه ملتی رو که اون مورد به اصطلاح دزدی و اینها قرار گرفتن، یه بار دیگه هم اینها میان سرزنششون میکنن. آقای اقبال هم یه همچین کاری رو داره انجام میده. بفرمایید. و مهمترین عاملی که خودکفایی از زهدان آنها زاده میشود فقر اقلیم و شرایط جغرافیای منطقه است. آقای سوربی یادتون میاد که یه روزی من مقایسه کردم که ژاپن رو با ایران مقایسه نکنید. ژاپن یک جزیره است محاصره شده در دریا و دریا پر از زیستمندان دریایی هست و این ملت هیچ وقت گرسنه نبودن. همینطور اقلیم یونان، در یونان هر کس که گرسنه بود میتونست بره کنار یه رودخانه توی اون دریا قلاب ماهیگیریشو بندازه، یه ماهی 3-4 کیلو رو بیاره، یه روز دو روز بخوره سیر باشه. ما باید چیکار میکردیم؟ در صحرا هیچی پیدا نمیشد، فقط به اون دهکده وابسته بودیم و آبی که میداد و کاه و لنجه و نهاد و حیواناتی که میتونستیم نها بکنیم. و در اینجای پدیده خودنهایی و اون خودکفایی رو من دارم توضیح میدم که بازتابهای مثبت و منفیش چیا میتونه باشه. و مهمترین آمار عواملی که خودکفایی از زهدان آنها زاده میشود فقر اقلیم، ابتدا فقر اقلیم و شرایط جغرافیای منطقه که در آن محدودیت آب، پوشش گیاهی، جانوری، پایین بودن سطح فناوری، تابش شدید آفتاب، عدم تحرک و انفعال ارگان زنده در گریز از گرمای شدید در روز، کشاورزی متکی به نزولات آسمانی، دامداری بومی، عدم داد و ستد کالایی و روابط فرهنگی است. در اینجا من یه مقداری توقف بکنم و یه سوالی از شما بکنم آقای سوربی. بفرمایید. در اینجا اشاره میکنم که یکی از دلایل عقب ماندگی ما که این مسئله خودکفایی رو ایجاد میکرد تابش شدید آفتاب، عدم تحرک و انفعال ارگان زنده در گریز از گرمای شدید در روز. شما میتونید نقش گرما رو و سرما رو توضیح بدید در رشد مدنیت؟ نه من
دانش آموز که بودم فیزیک خیلی خوب بلد بودم، ولی الان دیگه نه، اینا رو مخصوصا در رابطه با این چیزای اجتماعی و اینها نمیدونم. و خوشحال میشیم که شما برای ما توضیح بدید. بسیار. ما چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ 8 دقیقه. 8 دقیقه. خب من این توضیح رو میدم و این مطلب رو میخونم و بحث رو خاتمه بدیم. یه روزی ما توی این کلاس های آلمانی، من همیشه هر وقت که بیکار میشدم میرفتم این کلاس های آلمانی، حدود 5-6 سال پیش بود، یه معلمی ما داشتیم، مردی 42 ساله بود، زمستون بود، ما نشسته بودیم کلاس، این یه 3-4 دقیقه دیر اومد، بعدم وقتی که اومد این کتش رو در آورد گذاشت اونجا و این کیفش هم پرت کرد روی چیز روی میز و در مقابل ما نشست و همینطور که نشست گفت شایسته کانته بتن. میدونید یعنی چی؟ یعنی اینه که این هوای سرد رو شایزه کانته بتن، شایزه یعنی این هوای سرد گند گند دیگر مثل ما خودمون میگیم مردشور این هوای سرد رو ببره، ولی کلمه شایزه همون شد بشه هوای سرد رو ببره. بله بله، شایزه کانته بتن اونطوری. من دستم رو دراز چیز کردم و بلند کردم، یا به تو شد خدا و دلون، گفتم که ایش بین شاید پرشتنده میگیره انزشت از چند متعیز شایزه. یعنی اینه که من موافق نیستم با این نظر شما که هوای سر شایزه هست. گفت ویزو؟ یعنی چرا؟ توضیح بشتم. البته اینجا لازم نیستش که به آلمانی بگم، به فارسی توضیح میدم برای شما و شنوندگانتون. گفتم شما اگر توجه کنید در جنوب کشور ما هوا بسیار گرمه در روز، بعضی وقتا مثلا توی آبادان و اهواز اون دور برات پایین تر از شیراز هوا بعضی وقتا به 45-50-55 درجه میرسه. الان بعضی وقتا میگن 55-60. بله، حالا دارتیم تو این چرا و این کاملا شناخته شده بود و در روز مردم زیر این آفتاب نمیتونستن فعالیت کنن، یعنی نمیتونست بیل برداره یا کلک برداره جوب مثلا بکنه، چون برای اینکه این فعالیت از درون گرمش میکرد 50 درصه هوا بیل این بیل رو عرق میکرد و اینو تلاش میکرد، ناگزیر بودن اینا برن تو این دخمه ها تو این زیر زمین ها. حالا توی 50 سال اخیر یه مقدار کوله رو نمیدونم پنکه این حرفا بهشون کمک کرد، ولی در گذشته که کوله رو پنکه نبود بعضی یه بابگیرهای درست کرده بودن این حرفا، ولی اونجا هم گرم بود. اینا ناگزیر بودن همینطوری شلوول لط به فقط دراز بکشن تکون نخورن، چون اگه تکون میخوردن این گرمای درون و بیرون اینا رو حلاک میکرد. خب در نظر بگیریم ببینیم که این گرما که بیش از حد متعارف باشه تحرک انسان رو میگیره و انسان وقتی که تحرکش محدود که بشه خب کار تولید نمیشه، ثروت تولید نمیشه، زایندگی به وجود نمیاد. و برعکس گفتم که شما حالا در این اروپا هوا سرد بود، لباس گرم میپوشیدید و در این لباس گرم هم توی خونه هاتون برای اینی که مثلا گرمتر بکنید حرکت میکردید، حرکت میکردید که رو کنه. حالا اگه این حرکت رو هدفمند میکردن که نیاکان دور شما کردن این کارا رو، یواش یواش این صنایع و مانوفاکتورها به وجود اومد، یعنی در اثر هم گرم کردن و هدفمند کردن این حرکت آرشتر کار تولید شد و همین کار وقتی تولید شد حتما ابتدا در اون ریسندگی ها رو به وجود آوردن، با هندگی ها رو به وجود آوردن، بعد گسترشش دادن، صنایع چه شد و الان شما آقای دام شدید. پس بنابراین همین سرما، البته اینم از حد متعارف بگذره مثلا مثل قطب شمال یا قطب جنوب، اونجا هم بازدارنده است، ولی این سرمای اروپا نعمتی هستش برای شما. خب من حالا بپردازم به ساختار نظام سلطنتی به ولایت فقیهی. عموما وقتی که این افراد صحبت میکنن درباره شاهنشاهی یا مثلا نعمت های ولایت فقیهی توجه ندارن، ازشون بپرسید که خب این نظام شاهنشاهی ساختارش چه بوده است، نمیتونه توضیح بده. شما اگه ممکنه یه دونه عکسی برای شما فرستادم که یک هرم مثلث گونی رو نشون میده که در اونجا این ساختار رو من در حد ابتدایی نشون دادم، همین الان نشون میده.
اهالی کشور نوشتید؟ بله، اون اهالی کشور، اون بالا فرمایشات، اون بالا هم شاه نشسته. این ساختار نظام سلطنتی است، یعنی ساختار هرم سیاست هست و دیانت هم همین است. ساختار نظام سلطنتی به ولایت فقیه، در این گونه نظام ها صحبت از قانون و حقوق شهروندی حرف مهملی است. این مطلب رو قبلا هم برای شما خوندم ها، اما چون ضرورت داره بار دیگه اینجا تکرار میکنم. در این گونه نظام ها صحبت از قانون و حقوق شهروندی حرف مهملی است، زیرا در نظام سلطنت شاه جای قانون و در نظام جمهوری قانون به جای شاه و شیخ نشسته است. در نتیجه حکومت‌های سلطنتی و ولایت فقیه با ساختار تک قطبی، تک فردی و تک محوری، سنتی، اسطوره‌ای که دارند، اگر قرار باشد کسی عزیز و گرامی باشد، تنها اوست که در آن بالا نشسته و چشم دیدن هیچ گونه رقیب را ندارد. ممکنه اون عکس آقای ورزشکار هارتلیست که داره اونجا اون وزنه 300 کیلوی رو بالا ببره روی سینش نمیشه، یا ابوالفضل. بله بله، آقای رضایی فکر کنم باشه اسمش. بله، شما میتونید این یا ابوالفضل رو تو تفسیر کنید برای ما، برای چی اونجا اومده نشسته؟ والله نمیدونم. بله، به این دلیل نشسته که اونجا شما میدونید که برای اینکه اون 300 کیلو آهن ببره بالا، باید 2 کیلو بوز گوشت بخاله رو کباب کنم بدن و آقا بخوره که ببره بالا. ولی اونجا میذاره یا ابوالفضل یا ابوالفضل، اینجا سهم مادیات رو، طبیعت رو، اونجا رو به نفع حیات دینی مصادره میکنه. یعنی این ابوالفضل دستش که داره اینه میبره بالا. اینا تجاوزاتی هست که داره صورت میگیره، یعنی دین داره به ما چی میکنه. اگر قرار باشد کسی عزیز و گرامی باشد، تنها اوست که در آن بالا نشسته و چشم دیدن هیچ گونه رقیب را ندارد. از این رو در بستر جامعه اگر فردی یا وطن دوستی در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد، ورزش و سایر فعالیت‌های جمعی حتی بر حسب تصادف کاری برای مردم انجام دهد که آن کار حاصلی نیکو برای جامعه داشته باشد، آن نیکوکاری حکم طناب داری است که بر گردن خود می‌بافد. مکانیزم و کنایش آن این گونه عمل می‌کند. آن نیکوکاری برای آن فرد ایجاد محبوبیت می‌کند. در اثر تراکم و انتشار محبوبیت افراد به گرد او جمع می شوند. با جمع شدن اشخاص حالی از قدرت و نیرو پیرامون او شکل می گیرد. این قدرت که ریشه در مردم دارد، تضادی آشکار و نهان با ساختار تک بودی، تک قطبی، تک محوری، تک فردی و سنت اسطوره شده نظام های سلطنتی و ولایت فقیهی ایجاد می کند. یعنی قدرت از یک سو به دو سوی بودن، داخل پرانتز پولاریزه شدن، میل میکنن. با این میل حوزه قدرت و سیاست در بطن جامعه دو قطبی میشود و جامعه در اثر دو قطبی شدن و چالش نیروها استعداد برقراری تعادل و سرانجام استقرار عدالت را بیابد. اما دو قطبی شدن قدرت ساختار نظامهای تکبودی، بی انتاق، با سرشتی ایستاد، تبار محور، وابسته به دودمان، سلسله نسب، تخمه مقدس و خون خالص را تهدید به فروریزی و اضمحلال می کند و سرانجام از حوزه تفکر اسطوره‌ای و گرامیکای پیش عقلانی ها خارج و به سوی تعادل میل می کند. از این رو هرچه زودتر آن فرد و حالی انسانی پیرامونش باید از میان برداشته شود، قبل از آنکه خطر جدی و بنیانگر گردد، چون در اثر پایداری، دوام و بقای او و آن حاله قدرت، نظام آرامش، آسایش، اقتدار و سران آن امتیازهای ویژه و سالار و سرور دیگران بودن را از دست می دهد. مثالها و الگوهای قابل لمس آن در حوزه فرهنگ نخبه کشی، در وراثت فرزند کشی، در سیاست وزیر کشی، در ورزش اهرمان کشی، در هنر خودکشی، در اقتصاد تجاوز به دارایی سرمایه‌داران، صاحبان صنایع ملی و مصادره انبار ثروتمندان وطن برند که میتوانند برای هموطنان خود کار ایجاد کنند و در اثر کار و اشتغال رفاه در جامعه جاری شود. در تاریخ درازدامن ما دفتری دارد که از این رو نظام‌های سلطنتی
و ولایت فقیه با ساختار هرمی ایستا و سکونزای خود از هر آنچه که جاری و دائم در حال تغییر و تحول است وحشت دارد، چون در اثر تغییر و تحول ارزش‌های نهادینه و به صورت سنت درآمدی متولیان نهاد سیاست و دیانت که قرن‌ها و نسل اندر نسل در مزایای آن برخوردار بوده و در و دروازه را همواره بر پاشته منافع خود چرخانده‌اند، از سوی ملت بازنگری و تجدید نظر قرار می‌گیرند، احساس خطر می‌کنند. از این رو سنت‌گرایان و باپسندیشان به شیوه های گوناگون تلاش میکنند تغییرات را متوقف کنند و تا جایی که ممکن است همه احکام و فرامین صادر شده از سوی آنها در سکوت و سکون به صورت الگوی ازلی و ابدی باقی بماند و در اثر پایفشاری و سماجت در حفظ شرایط موجود و تراکم تضاد و تناقض با جهان در حال تحول، سرانجام میل به ایستایی و سکونزایی گریبان خود سنت‌گرایان را می‌گیرد و آنچه تاریخ ایران تاکنون نشان داده، ما شاهد ظهور و سقوط ده‌ها سلسله و دودمان در طول 2500 سال در تاریخ میهنمان بوده و در پایان هر فروریزی همواره این مردم بلا دیده و تحت ظلم بوده که مخارج و زیان حاصل از فروپاشی نظام‌های تک‌محور و شاه‌سالار را پرداخته. بسیار ممنون. ما متاسفانه وقتمون تموم شد آقای خداوند لو، ولی اجازه بدین همینجا ضمن تشکر از دوستانی که روی فیسبوک یا روی یوتیوب یا روی تلویزیون مردم، از امروز هم این برنامه تا چهارشنبه هفته آینده هر روز پخش میشه روی پلیلیست، اگر صحبتی دارن، سوالی دارن، نظری دارن با شما تماس بگیرن و این بحث ها، من همیشه گفتم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. از شما ممنونم که میان وقتتون رو که عمرتون گرانبهاترین چیزی که دارید واقعا ازش مایه میذارید تا دانسته های خودتون رو به من و دیگران منتقل کنید. ممنون و متشکرم. دوستان هم میتونن شما آقای سوربی. بله خیلی ممنون. پس به امید دیدار وظیفه من هم. خیلی ممنون، به امید دیدارتون. بدرود عزیز. خب دوستان عزیز، با آقای یزدان خدابندلو بودیم از آلمان. ایشون با همین اسم روی فیسبوک هستن، خیلی ساده، و روی فیسبوک هم خیلی تماس سریع پاسخ میدن، ریسپانسیو هستن، باهاشون در تماس باشید. از شما خداحافظی میکنم. ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی از تگزاس خواهیم بود. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.